با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی در طی ماهایی که گذشت یکی از تحولات مهمی که در جهان اسلام رخ داد سیطره گروه طالبان بر کابل پایتخت افغانستان بود که همه مسلمان ها و همه جهانیان را بهت زده و شگفت زده کرد همه می دانیم که جنگ در افغانستان 20 سال قبل بعد از هجوم و حمله نیروهای اشغالگر آمریکایی و ناتو آغاز شد و مردای مسلمان افغانستان مانند همیشه در مقابل این اشغالگران و متجاوزین به جهاد و مبارزه پرداختند و در این راه قربانی های فراوانی رو تقدیم کردند تا اینکه آمریکا و همکارانش در افغانستان شکست خوردند و به پای میز مذاکره نشستن با کسانی که تا دیروز آنها را تروریست می‌خواندند و حتی ذکر نام آنها جرم محسوب میشد با آنها سر میز مذاکره نشستن و ایران آمادگی کردن که از افغانستان عقب نشینی بکنن و گروه طالبان وارد کابل و دیگر شهرهای افغانستان شدند و حکومت جدیدی را به نام امارت اسلامی آغاز کردند که ما در یک برنامه زنده فیسبوکی مفصل در این مورد با دیگر دوستان صحبت کردیم و گفتیم که این فتح و پیروزی از طرف الله سبحانه و تعالی است و الله سبحانه و تعالی وعده کرده است که مؤمنین و انسانهای متقی و انسانهای پرهیزگار و انسانهای صالح را در دنیا و در آخرت پیروز و سربلند می‌گرداند. اما در این هفته می‌خوام در مورد یکی از مسائل خیلی مهم صحبت بکنم که دغدغه خیلی از مسلمانان و دعوتگران و علمای ربانی در افغانستان شده است قضیه فتنه هایی که به نام سلفیت و به نام مذهبی و غیر مذهبی متاسفانه دامنگیر جامعه شده است و حکومت طالبان به شکلی در این مورد سکوت می کنند و شاید هم جانب بعضی از انسانهای افراطی و متعصب رو در این قضیه می گیرند. یکی از دلخراشترین بقایی که ما شاهد آن بودیم ترور و به شهادت رساندن حضرت مولانا متوکل ابا ویدارای متوکلی که از علمای بزرگ و یکی از دعوتگران فداکار در کابل بود که ساریانی را در زندانهای حکومت دستشانده آمریکا سپری کرد و سختی و مشکلات و شکنجه فراوانی را در مسیر دعوت به سوی توحید و یکتاپرستی در اونجا متحمل شد